سلام سلام سلام، اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه برای ساز گیتار. امروز میخوایم در مورد ست سیم بالایی صحبت بکنیم و یکی دیگه از اون تمرینایی که به صورت نوتی با هم میزدیم و چند وقتی که یادم رفته این کارو بکنم، چون انقدر درگیر آهنگ آموزشه یعنی ریتم آکورد بودیم دیگه نوتا رو زر فراموش کردیم. دوباره میخوایم نوتا رو را بندازیم که نوت خونیتون هم روی گیتار و سیمای گیتار اوکی بشه. امروز میخوایم در مورد ست سیم بالا صحبت بکنیم که سیم های بیس بهش میگیم و با انگشت پیمون میخوایم بزنیمشون. ما معمولا با انگشت آیا ام ملودی هایی که زده بودیم و تمرین کرده بودیم و انجام دادیم. الان با انگشت پی میخوایم این ست سیم رو یعنی سیم های 6 و 5 و 4 رو بزنیم و بگیم که چه نوت هایی رو میتونه ایجاد بکنه. سیم پنجم، سیم ششم دستبازش نوت می میشه، نوت می که شکلش رو براتون گذاشتم، یعنی نوت می پایین خط با سه تا خط اضافه که این میشه اولین نوتی که ما توی گیتار داریم، یعنی نوت بممون، اولین نوتمون یعنی سیممون میزنیم. سیم ششمون میشه اولین نوت بم گیتارمون. بعد نوت سیم پایینی رو داریم، سیم پنجم که دو تا خط اضافه داره و اصطلاحا ما بهش میگیم سیم پنجم یا همون نوت لا که با پیمون دوباره سیم پنجممون رو میزنیم. البته یه چیزی هم بهتون بگم، همیشه قرار نیست ما با پی اینا رو اجرا بکنیم، ولی بیشتر وقتها یعنی بعضی وقتها حالا لازمه که ما با پی سیم های بیسمون رو بزنیم و با انگشتان آی و ام و ای سیم های پایینی رو بزنیم که من دارم ابتدای آرپژ زدن رو البته بهتون یاد میدم. با این حرکت و تمریناتی که در آینده بهتون میدم میخوام آرپژ با هم دیگه بزنیم به این شکل یا حالا حالت های دیگه که بعد جلوتر که رفتیم در مورد صحبت میکنیم. پس سیم شیشه ما شد سیم نوت می، سیم پنجممون شد نوت لا و سیم چهارممون شد نوت ره. ره رو که قبلا داشتیم، همون نوتی که پایین خط یک بود به اصطلاح که میشد نوت ره. این سه تا سیم رو یاد بگیرید و شکلاش رو که براتون گذاشتم اینا رو قشنگ به چشم یعنی چشمی بتونید اینها رو اوکی بشین که بعد رفتیم روی نوت های دیگه بتونید راحت تر این نوت ها رو به وسیله این سیم ها، این سیم هایی که داریم، سیم های 5 6 و 4 بتونیم بزنیم. مثلا یه تمرینی هست که میگه یعنی با پی ما میتونیم این نوت ها رو بزنیم که الان من اینجا براتون میذارم که بتونیم بزنیم. ببینید با نوت لا شروع میشه، میگه یعنی سیم پنجم، میگه لا 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 لا. بعد مثلا میتونید نوت ری رو بزنید، ری 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 و بعد نوت می رو، می 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 می. و این تمرین رو هی انجام بدین، یعنی سیم پنجم. البته حالا من یه ذره تون زدم، شما نیاز نیست این کار بکنید. هر نوت رو با یک ضربه پا میزنید، یعنی لا 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 لا، بعد ری 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 ری، بعدش مثلا نوت می رو میزنید، می. به این شکل میتونید تمرین بکنید با انگشت شستتون یعنی انگشت پی روی ست سیم بالایی که سیم های بیس ما بهشون میگیم که بعد بتونیم اینها رو همزمان به وسیله انگشت شست و این ست انگشت انجام بدیم که آرپژمون ایشالا شکل بگیره. تمرین کنید اینو. جلسه بعد تیکه بعدی غریب آشنا رو بهتون میگم. اینو یه بریک این وسط انداختم که بتونید اونو راحتتر تمرین بکنید، اون غریب آشنا رو دو قسمتشو بعد بریم سراغ اون ببینم چیکار میکنید دیگه. موفق باشید.